این ویدیو رو فقط کسانی رو ببینن که فضا، سرمایه یا تجربه کافی برای پرورش با تعداد بالا رو ندارن و حتما اگر میتونن این نکته رو انجام بدن این کار رو بکنن، چون خیلی خیلی مفید و کارآمد هست. اول از همه ازتون عذر میخوام که یکم صدام گرفته، بعضی جا مجبور میشم از روی مت نگاه کنم چون نه مغزم کار میکنه نه هیچی، مریض شدم. خب بریم سراغ موضوع. دوستان اگر شما کسی هستی مثل من که سرمایه و فضای کافی برای پرورش با تعداد بالا رو ندارید، حالا تجربه بحثش جداست، اگر این رو ندارید بهتره که پرورشتون رو به صورت خط تولیدی انجام بدید. چطور حالا در ادامه بهتون میگم. و اینکه حالا این کار از دو لحاظ خیلی خوبه، این یکی این که فضای کمتری اشغال میشه، دوم همین که نسبت به پرورش به صورت عادی یکم هزینهش کمتره و سرمایه کمتری نیاز داره و حالا میشه گفت 25% تقریبا سرمایه کمتری، 25-40% سرمایه کمتری احتیاج داره. اما خب این کار چیه؟ ببینید این توی این کار شما تقریبا 3 جای مختلف تعبیه میکنید، 3 مختلف که تعبیه میکنید. گروه اول میان توی جای اول، یعنی جوجه میریزید، جوجه 1-15 میاد توی جای اول، بعد این جوجه ها 15 شد میان توی جای دوم، و حالا توی جای دوم اینا 15 این جای اول خالیه. حالا توی این جای اول چیکار بکنید؟ جوجه های جدید جایگزین کنید. جوجه های جدید میان میشه چقدر؟ میشه یعنی حالا هر جایی که دارید تقریبا دارید 2 اون تعداد اولیتون دارید، یعنی یکی توی جای اول یکی توی جای دوم. بعد دوباره جای دوم میاد که 30 میشه، بزرگتر میشن، جای بیشتری میخوان، توی اون جای دوم دیگه جاشون نیست، میاد جای سوم. حالا جای سوم چه اتفاقی میفته؟ توی این جای سوم اتفاقی که میفته اینه که اونا از 30-45 هستن و حالا دوباره این اولیه میاد دوم و دوباره اول خالی میشه، دوباره میاد، بعد از اون سوم میره کشتار، دوم میره سوم، اول میره دوم، و همین روند هی جوجه اضافه میشه و هی این روند و این چرخه ادامه داره. خب ببینید شما کاری که باید بکنید اینه که از اول مثلا میگم با تعداد 150 شروع کنید. من خودم قصدم با تعداد 150 این کار رو شروع کنم، دارم الان جاش آماده میکنم، گروه یکم یعنی جای یکم الان جاش آماده هست، یعنی تا چند روز دیگه تقریبا تا 1-2 دیگه تا برم ضدعفونی کننده و این داستانشو بگیرم طول میکشه و میرم میگیرم و جاشو ضدعفونی میکنم و جوجه ها رو میارم و جای دوم هم دارم تقریبا آماده میشه، قفس هم هست باید تمیز شه و شسته بشه و بعد از اون ضدعفونی بشه و دوباره بعد از اون دارم یه جای جدیدی که هنوز شما ندیدی، قفس هم رو دیدید دیگه توی ویدیوی دوم سوم بود که در مورد قفس بود، اون قفس ها رو نشون دادم. حالا به غیر از قفس و به غیر از جایی که واسه جوجه هم تعبیه کردم و درست کردم، یه جایی هم دارم واسه جوجه سوم و یعنی بزرگ شدن از 30 تا 45 و زمان کشتارشون توی اونجا نگهداری میشن. خب حالا باید واسه این کار چیکار انجام بدی؟ واسه این کار شما باید 3 مختلف، یعنی یه مثال میگم، یه جای 1 متر مربعی و یک جای 1.5 متر مربع و یک جای 2 متر مربع مشخص کنید و جدا کنید. حالا این جاهایی که مشخص کردید رو درست بپوشونید، به قبه قفس تبدیلش کنید. حالا اینا به قفس تبدیل شد، باید به تعدادی که توی اون جا جا میشه، خب میذارید گروه 1، گروه 2، گروه 3. خب حالا این گروه 1 که میان چه تعداد جوجه توی اون جایی که درست کردید جا میشن؟ مثال میگم 150 جوجه توش جا میشه. خب شما 150 جوجه میگیرید، باید جای دوم طوری باشه که یعنی حالا بیشتر باید، یعنی اگر کمتر بود بیشتر بگیرید، اگر بیشتر بود کمترش کنید، باید جای دوم طوری باشه که این 150 میگیریم که توی 15 اول 10-20 شون هم بمیرن، شما باید یه چیزی بین 120-140 شون 40 جا توی اون فضای دوم باشه
بعد از اون شما باید حدود 110 تا 130 تام توی فضای سوم، یعنی از 30 روزگی تا 45 روزگیشون جا باشه. واسه چی؟ گفتم بهتون بیانو بزرگ شب این اختلاف جا خیلی مهمه، اختلاف سایز هر گروه خیلی مهمه، چون ببینید جوجه یک روزه اینقدر، جوجه 15 روزه اینقدر، جوجه 30 روزه اینقدر، جوجه 45 روزه اینقدر، خیلی تفاوتشه، سایزها بزرگتر میشه. واسه همین شما نمیتونید همشون رو توی یه جای نگه دارید، یا مثلا همشون رو توی فضای یک نگه دارید، یا همشون رو توی فضای 3 نگه دارید. اگر همشون رو توی فضای 3 نگه دارید شاید بعضیا بگن میشه، اما به نظر من اون تحرکی که نباید داشته باشن دارن، تا حد زیادی تحرک اضافه دارن و اون تحرک اضافه فکر میکنم خوب نباشه واسه شون و مفید نباشه. اما چرا میگم که اون این روش خط تولیدی من که من دارم بهتون ارائه میدم به کمبود فضا و کمبود سرمایه‌تون کمک میکنه؟ ببینید وقتی که شما این کار رو انجام ندید و بخواید مثلا میگم 450 تا پرورش بدید، یا باید یه فضایی تهیه کنید که 450 تا بلچین بالغ توش جا بشه. خب این 450 تا یا 500 تا بلچین بالغ که بخواد توش جا بشه، خب یعنی شما کل فضا رو باید بذارید، یعنی یه مثلا میگم که نمیدونم حساب نکردم 10 متر مربع باید باشه و این اتفاق میفته. اما شما وقتی که دارید توی این روش خط تولیدی من پیش میرید، یه متر رو تاش شاید 4 الی 5 متر بشه، اما شما دارید اون 450 تا رو پرورش میدید. و یه فرقی که داره اینه که شما اون سری 450 تایی که یعنی با هم 500 تا 450 تایی که با هم باشن همزمان به کشتن میرسه و کل سرمایه‌تون یک جا برمیگرده. اما وقتی که اونجوری پرورش بدید، یعنی خط تولیدی پرورش بدید، شما سرمایه‌تون یک جا بر نمیگرده و چیز نمیشه. اما وقتی که اولی به کشتار میره، دومی به کشتار میره، سرمایه که گذاشتی واسه جا، واسه برق، واسه اینا همش میرسه. داشتم میگفتم این کار چجوری به سرمایه کمک میکنه. ببینید سرمایه، برای مثال میگم شما واسه 500 تا تقریبا 500 تا جوجه میشه چند؟ میشه 500,000 تومان. اگر 2,000 تومان 1,000,000 تومان، و واسه دونشون هم تقریبا 5,000,000 تومان تا 6-7 میلیون تومان نیاز دارید. یه چیزی بین 10 میلیون تومان واسه دان و کل همه پرورش این 500 تا نیاز دارید. اما خب واسه این خط تولیدی شما کاری که باید بکنید، مثلا میگم 150 تا گروه اول، شما اتفاقی که میفته، مثلا میگم اول جوجه هستن دیگه، درسته؟ میشه که 450 تا اول یه همون طور سرمایه 10 میلیونی هست، خب یا حالا تقریبا همین مقدار هست. اما بعدش دیگه این اتفاق نمیفته دیگه، شما دیگه بعد از سوم، یعنی گروه اول که شد به سوم رسید به بالغ، دیگه شما هیچ ریالی سرمایه نباید وارد کار کنید و اصلا نیازی نیست که وارد کار کنید، مگر اینکه بخواید کار رو گسترش و افزایش بدید تعدادشون رو. ببینید شما این اتفاقی که میفته، اینا میرن به کشتارگاه و هزینه دونه سری قبلشون رو میدن و هزینه سرمایه که تالا گذاشتید رو میدن، و این کار باعث میشه که شما این سرمایه گذاشتید بهتون برگرده، و یعنی این کار دیگه شما سرمایه وارد نمی کنید. اما بعد از اون شما بازم باید هی سرمایه وارد کنید، هی اتفاقی که میفته این هست که شما باید سرمایه وارد کنید. و من بیشتر دلیلی که بهتون میگم به خاطر فضایی هست که باید بذارید، و یه دلیل دیگه که هست خورده خورده باید هزینه بذارید، یهو نمیشه باید 10 میلیون بذارید، یهو نیست، و خورده خورده هست. این گروه ها گروه بندی شد که خورده خورده هزینه بدیم و هزینه یکم واسه ما سنگین نباشه و یکم سبک شه. اما بعد از اینکه تقریبا 10 دور جوجه ریختید، شما باید یه کار انجام بدید. اون چیه؟
به عدد اینکه شما 10 دور جوجه ریختید دیگه نباید بریزید، نریزید. خب حالا باید کارتون رو گسترش بدید. چطور گسترش بدید؟ به این صورت که شما باید اونا رو که جاها رو خالی بذارید و حالا جاها رو بزرگ کنید، افزایش بدید جاشو، به طوری که بتونید حدود 250 یا 300 تا پرورش بدید. و اینم بهتون بگم یه هنر پرید 1000 تا 2000 تا 3000 تا 10000 تا پرورش بدید، باید مرحله مرحله پیش برید. چرا؟ دلیل این که میگم شما باید مرحله مرحله پیش برید، ببینید اگر بخواید، به دو دلیل دارم واسه این کارم. یکی که اگر شما مرحله مرحله پیش برید تقریبا سرمایه لازم و واسه اون پرورش بزرگتره به دست میارید از اون پرورش مرحله مرحله، و از اون مرحله قبل سرمایه مورد نیاز واسه مرحله بعد رو به دست میارید. اما یه نکته دیگه، یعنی یه دلیل دیگه هم که دارم اینه که شما وقتی یهو بپرید به مثلا از 100 تا 150 تا 200 تا 250 تا 300 تا، یهو بپرید 1000 تا 2000 تا 3000 تا، خب شما روی تعداد تا حالا پرورش ندادید، یعنی تعدادی که همچین تعدادی هنوز پرورش ندادید و کاری نکردید، یا مثلا از 1000 تا نپرید 10000 تا، چون هنوز شما روی این تعداد پرورش ندادید، تجربهشو ندارید، یا حتی بعضی چیزا توی پرورش با تعداد بالا رو هنوز بلد نیستید. و حالا شاید بگید که خب باید تجربه کنم دیگه، باید بالاخره یاد بگیرم دیگه. نه، الان شما اینجوری نباید یاد بگیرید، چون الان اینجوری یاد گرفتنتون باعث ضرر خیلی زیادتون میشه و این زیاد، یعنی این هنوز شما خیلی کارا رو توی پرورشتون بلد نیستید، ممکنه بلد نباشید. و شما باید یاد بگیرید توی پرورش دو نکته داری، یکی علم هست و یکی هم این که تجربه‌ای که داری، تجربه‌ای که از دیگران میگیرید، تجربه‌ای که خودتون کسب می‌کنید، تجربه‌ای که توی ویدیوهای من می‌گیرید. من این سری ویدیوام تجربی هست، بهتون گفتم، و این اتفاقا میفته که با هم جمع میشه و یه پرورش موفق رو تشکیل میده. توجه کنید این کاری که من، این کارهایی که من میگم دو توی ویدیوام انجام بدید، اگر درست انجام بدید و به نحوی که من توی ویدیوام گفتم انجام بدید، قطعا یعنی بدون شک دارم بهتون میگم شما سودی که باید رو میکنید. اما یه نکته دیگه هم هست، اما اگر که شما انجام ندید، یه مثلا از 100 تا 200 تا بپرید روی 1000 تا پرورش بدید، شاید یک در 1000 درست بتونید پرورش بدید و سود ازش کسب کنید، اما اون در احتمال اون یک نفر از 1000 نفر شدنه خیلیه، خیلی 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 باید شانس بیارید و خیلی اتفاقای دیگه بیفته که شما جز اون یک نفره باشید، یعنی اون یک نفر از 1000 نفر باشید. اما احتمال خیلی 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 زیاد، یعنی دیگه تقریبا قطعا جز اون 999 نفر میشید. جز اون 999 نفر که بشید، شما پرید 1000 تا سرمایه گذاشتید، همه چی گذاشتید، اما خب کارتون ناموفق است، چون که هنوز تجربه کافی ندارید و این ناموفق بودنه باعث میشه که شما کل سرمایه که گذاشتید رو از دست بدید. حالا شاید کلش رو از دست ندید، 50% از دست بدید. 50% مثال میگم توی 1000 تا میشه تقریبا 20 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون باید پول بذارید. 15 میلیون از دست بدید خیلی حرفه، چیز کمی نیست و چیز عدد گنده است و شما نباید همچین رقمی رو ضرر کنید. واسه همین میگم که از تعداد کم پرورش بدید. 50 تا شده، اول من قبلا بهتون گفتم شده 2 تا دونه پرورش بدید، تجربه کسب کنید، برید 10 تا پرورش بدید، 10 تا پرورش بدید، کسب کنید تجربه لازم و بعد بیشتر پرورش بدید، بشه 40 تا 50 تا، بعد دوباره 40 تا 50 تا پرورش بدید. خب یاد گرفتم، تجربه جدیدو کسب کردم، 3 4 بار 50 تا پرورش دادم، حالا برید روی 100 تا، 100 تا پرورش دادم، تعداد بیشتر شد، یه سری تجربه جدید کسب کردم، خب میرم روی 200 تا 300 تا، حالا توی این 300 تا تجربه جدیدی کسب کردم، چون تعداد بیشتری بود، اتفاقای جدیدی افتاد، شرایط جدیدی رخ داد و این اتفاق افتاد. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا میرم روی 500 تا 600 تا 700 تا، حالا توی 700 تا داره واسم اتفاقای جدیدی میفته بازم، حالا میرم روی چند تا، حالا تجربهاش کسب کردم، همه اتفاق افتاد، میرم روی 1000 تا 1200 1400 1500، هی باید این رقمو کم کم بیاریدش بالا. اگر یه بار بیاریدش بالا میتونم به طور قطع بگم ضرر میکنید، یعنی من دشمن شما نیستم ولی میتونم به طور قطع بگم ضرر میکنید،
اینقدر مطمئن هستم به حرف خودم، چون میدونم، چون یعنی قانون زندگی است که شما اگر این کار انجام بدید ضرر میکنید. پس اگر میخواید ضرر نکنید، حتما حتما از سر کم شروع کنید، از تجربه دیگه استفاده کنید، تجربه هایی که من توی ویدیو ها میگم استفاده کنید، تجربه های مفید و کارآمدی من بهتون میگم. واسه همین کار اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید، یک دقیقه وقت میداره، به نفعتون هست. اگر اصلا نمیخواد منو حمایت کنید و همه اینا، بحثش جداست، به نفعتونه، به نفع خودتونه، چون بالاخره نوتیفیکیشنش میاد، باخبر میشید که چه ویدیوهایی من ساختم بعدش، یا همون لحظه میتونید بیاید و ویدیوهای منو ببینید. پس حتما حتما کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید تا زمانی که من ویدیوهای جدید براتون منتشر کردم شما باخبر بشید و بتونید بیاید اون ویدیو رو هم ببینید. من یک ویدیو ساختم در مورد کسب درآمد از بلدچین گوشتی، چون ما این ویدیومون در مورد کشتار بود و دوره سوم بعد میرفتن کشتار رو این اتفاق میافتاد، گفتم حتما حتما باید اون ویدیو رو هم که الان لینکش اینجا، یعنی لینکش نمیده، تامنیلش اومده، بزنید روش باز کنید و ببینید، و بعد از اینکه باز کردید کامل ببینید تا آخرش، میگم کامل ندنید 2 دقیقه و 15 ثانیهش ببینید، 2 دقیقه و 50 ثانیهش ببینید، تا آخرین ثانیهش رو ببینید، چون مهم هست. من ویدیو پر نمی کنم، دارم به مطلب مهمی بهتون میگم. پرسود و پر درمه باشید و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.